اللهم صل على محمد و آل محمد. سال از اعدام صدام می‌گذرد. دیکتاتوری که در 34 سال حکومت خون میلیون‌ها انسان بیگناه را به زمین ریخت. حالا نوری مالکی معاون رئیس جمهور عراق پرده از ناگفته‌های شب قبل از اعدام صدام برداشته است. ناگفته‌های از تلاش غرب و برخی کشورهای عربی برای نجات صدام. و اخیراً طلعت المحامی امام صدام بشرا الخلیل. چند پیش خانم بشرا الخلیل وکیل صدام فاش کرد که قرار بود با همکاری قطر و شورای امنیت و به بهانه اعتراض به حکم دادگاه صدام را از عراق فراری دهیم. مالکی که 10 سال پیش نخست وزیر عراق بود و خودش حکم اعدام صدام را امضا کرده میگوید آمریکایی ها ادعای جنگ با صدام میکردند، اما در حقیقت مخالف اعدام او بودند و نخواستند او را تحویل ما دهند. انما جانب الامریکی طلب تاجيل الاعدام 15 يوم. آمریکایی‌ها خواستند تا اعدام صدام را 15 روز به تعویق بیاندازند، اما ما مخالفت کردیم و گفتیم بایستی قبل از طلوع خورشید اعدام شود، چون می‌دانستیم توطئه‌ای برای فراری دادن او در پیش است. نخست وزیر پیشین عراق می‌گوید وقتی صدام را تحویل گرفتیم خودش باور نداشت که می‌خواهیم اعدامش کنیم، چرا که تا لحظه آخر امیدوار بود که کشورهای عربی و غربی حامی بعث نجاتش دهند، امیدی که صدام آن را با خودش به گور برد. هذه قصه الاعدام ارجو ان تكون واضحه عندكم.